سرخط خبرها و مهمترین ها. اتحادیه اروپا خواهان بازگشایی فوری مکاتب دخترانه در افغانستان شد. تأکید سیگار بر نقش مهم نهادهای چند جانبه در کمک به افغانستان. آتش‌بازی بر ایست بازرسی در منطقه کورسک توسط اوکراین. میدنیسکی: اوکراین عاملان شکنجه سربازان روسیه را سخت مجازات خواهد کرد. و در پایان، طالبان شیر شمال را دریدن. مشروع خبرها: اتحادیه اروپا با سماندن مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم در افغانستان را محکوم کرده و آن را نقض حق دسترسی به آموزش خوانده است. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه نهم عمل نشر کرده گفته است که مطابق قوانین بین المللی هیچ دلیل مذهبی یا اجتماعی نمیتواند مانع آموزش دختران شود. این اتحادیه افزوده است که اگر بر تصمیم مسدود ماندن مکتبها تجدید نظر نشود، پیامدهای گسترده برای روابط طالبان با جهان خواهد داشت. با گفته اتحادیه اروپا، بسته ماندن مکتب‌های دخترانه فرصت دولت طالبان برای دست یافتن به مشروعیت را از بین می‌برد و به اعتبار آنها آسیب خواهد زد. این اتحادیه عملکرد طالبان را ناعادلانه خوانده و گفته است که این اقدام برخلاف تعهدات طالبان به مردم افغانستان و عقب نشینی از تضمین‌های داده شده به شرکای بین‌المللی افغانستان است. این در حالی است که طالبان با آغاز سال تعلیمی برخلاف تعهدشان برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. این اقدام با واکنش‌های گسترده در جهان مواجه شد. تأکید سیگار بر نقش مهم نهادهای چند جانبه در کمک به افغانستان. سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که با کمرنگ شدن حضور امریکا در افغانستان، اهمیت نسبی نهادهای چند جانبه در مقایسه با ماموریت‌های کمک کننده افزایش یافته است. سیگار روز سه‌شنبه نهم حمل با نشر توییت نوشته است از آن جایی که جامعه بین‌المللی کمک کننده از جمله ایالات متحده حضور فیزیکی خود را در افغانستان کاهش داد، اهمیت نسبی نهادهای چند جانبه در مقایسه با ماموریت‌های کمک کننده در افغانستان افزایش یافته است. این در حالی است که دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد امروز گزارش داده بود که قرار است تا دو روز دیگر نشست برای کمک به افغانستان به میزبانی سازمان ملل آلمان، بریتانیا در ژنو برگزار به گونه آنلاین بشود. محور این نشست را تأمین منابع بزرگ برای رسیدگی به سطح بی‌سابقه نیازهای بشردوستانه در افغانستان در سال 2022 و برجسته‌سازی ظرفیت و تعهد شرکای بشردوستانه برای اجرای کمک‌های نجات بخش در سراسر افغانستان تشکیل خواهد داد. کشته شدن یک فرمانده جبهه مقاومت. یکی از دوستانش در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: ما جان بر فنا دادیم تا زنده شما باشید. در جنگ مقابل طالبان در شهر کاپیسا شهید شد، تا آخرین قطره خون جنگی تسلیم نشد، سلا را حتی بعد از شهادت در زمین نمان. استادگی این جوان تا شهادت این پیام را برای من و تمام نسل تاجک میرساند که آزادی بها دارد و ما آماده باشیم برای پرداخت آن. همچنان قمندان ملک، محافظ و فیولا رحمانی رئیس پیشین شورای ولایتی تخار شب گذشته در شهر طالقان توسط طالبان به قتل رسیده است. آتشباری بر ایست بازرسی در منطقه کورسک توسط اوکراین. مقامات میگویند که ایست بازرسی در منطقه کورسک توسط اوکراین مورد آتشباری قرار گرفت. به گزارش اسپوتنیک، رومن والی ولایت کورسک گفت که پست ایست بازرسی در روستای تکینو در منطقه کورسک از سمت اوکراین هدف گلوله قرار گرفت، اما در این آتشباری به هیچ خسارت یا تخریب در پی نداشته است. رومن استارون در تویتر نوشت: امروز در 29 مارچ یک ایست بازرسی در روستای تکینو از سمت اوکراین گلوله باران شد. تیراندازی با شلیک متقابل سربازان دلاور ما سرکوب شد. هیچ تلفات یا تخریب در پی نداشت و در حال حاضر اوضاع تحت کنترل است. مدنیسکی: اوکراین عامل شکنجه سربازان روسیه را سخت مجازات خواهد کرد. رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه از تعهد اوکراین برای اتخاذ سخت‌ترین اقدامات علیه افرادی که در شکنجه سربازان اسیر روسیه دست داشتند خبر داد.
با گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور و رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه اظهار داشت که دولت اوکراین قول داده است که اقدامات سخت را علیه جنایتکارانی که سربازان روسی را شکنجه میکنند اتخاذ کند. یادآوری میکنیم که اوایل ماه جاری مارچ ویدیوهای بی‌رحمانه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که آزار، شکنجه و قتل سربازان اسیر روسی توسط ملی‌گرایان اوکراینی را به تصویر می‌کشید. در 28 مارچ دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین، اعلام کرد که کمیته تحقیقات روسیه در حال بررسی این ویدیوها است. اقدامات مربوطه مورد ارزیابی قانونی قرار خواهد گرفت و مسئولین مجازات خواهند شد. گفتنی است که در 24 فوریه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در یک سخنرانی تلویزیونی آغاز عملیات نظامی ویژه برای دفاع از جمهوری‌های دونباس را که در حوالی همان هفته رسماً به رسمیت شناخته شده بود اعلام کرد. طالبان شناسایی و پس از شناسایی ادامه‌اش. از سوی دیگر گفته می شود که ترکیه و ترکمنستان نیز دیپلمات های طالبان را پذیرفته و سفارتخانه های افغانستان را در اختیار آن گروه قرار دادند. با این ترتیب طالبان گام به گام به شناسایی رسمی از سوی قدرت های منطقه ای نزدیکتر می شوند و تصور می شود که اقدام آقای جواد مبنی بر ترک سفارت افغانستان در مسکو هم نشانه روشن از واگذاری اداره این سفارت به طالبان طی هفته ها و شاید حتی روزهای آینده باشد. این در حالی است که هنوز پیش شرط های مطرح شده از سوی جامعه بین المللی برای شناسایی رسمی دولت طالبان آن گونه که انتظار می رفت از جانب دولت کابل برآورده نشده و در داخل کشور نیز تغییرات اساسی برای دستیابی دولت طالبان به مشروعیت ملی به وجود نیامده است. با این حساب طالبان بدون آن که در عمل کار برای کسب شناسایی ملی و بین المللی انجام داده باشند، از طریق لابیگری با کشورها به هدف خود نزدیکتر می شوند و این به ویژه برای مردم افغانستان حاوی پیام ها و پیامدهای خوشایند نخواهد بود. در این میان شماری از کشورها و سازمانهای بین المللی با صلاحات بیشتر تاکید می کنند که دولت طالبان باید به رسمیت شناخته شود تا از این طریق فشارهای جاری بر اقشار مختلف جامعه افغانستان کاهش یابد، روند کمک رسانی سرعت پیدا کند، فاجعه انسانی مهار شود و از فقر و گرسنگی و سوء تغذیه به ویژه برای زنان و کودکان جلوگیری به عمل آید. این درست است که شناسایی دولت طالبان از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شاید به تحقق هدف یاد شده تا حدود زیادی کمک کند. جزئیات این خبر در ویدئوی دیگر تکمیل می شود. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش.